بله جناب وارث، در چنین وضعیتی که باز مسئله تعیین حق که سرنوشت خود باید اختیار داشته باشن، خودشان تعیین کنند و نصف وجود افغانستان است، پاکستان میخواد او را زمینه پاکستان بسازه این مناطقه و حکومت افغانستان خاموش است. حکومت افغانستان چی باید بکنه؟ ما یک چیز دیگه هم که واقع تاریخی است باید اینجا تذکر بدم که شادروان عبدالرحمن پژواک در اون وقتی که نماینده دائمی افغانستان بود این موضوع را بدونه که با حکومت مرکزی مشوره کرده باشه خودش پیش کرده بود، این خدمت خودش کرده بود و در اونجا مناقشه شده بود بین پژواک آقاشایی نماینده دائمی پاکستان سه بار ای گپ زده بود و سه بار او گپ زده بود. من اون وقت رئیس آژانس باختر بودم، با زمین مناقشه را در یک رساله چاپ کردیم و تمام سفارتخانه و آژانس ها توضیح کردیم. حال موقف حکومت افغانستان یک چیز باید بفهمد که قبایل آزاد بازوی بسیار قوی افغانستان در طول تاریخ بوده. در سه جنگی که ما با انگلیس ها داشتیم اونا در کنار ما استاد شد. آزادی افغانستان موجوده مرهون منت قبایل است. پیش از این که اعلیحضرت سپهسالار محمد نادر خان که قماندان عمومی سمت پکتیا بود در برابر انگلیس ها در جنگ 1919 پیش از او که حرکت کنه وزیرستانی ها و مسعودی ها تلوانه را محاصره کردن، مخابرات انگلیس ها را قطع کردن و هنه به طرف ما استاد شدن. بله. و آزادی ما را در استقلال ما شریک شدن. و این قوت بزرگ امروز از پالی ما میره و این که به پاکستان مادرم شوه پاکستان قوی میشه. پاکستان به خاطر که روز به روز قوی شده بره ملتش نان نداره لیکن به بم اتمیک دسترسی داره و ملتش از فقر میمره، لیکن او میخواه قوی شوه و افغانستان ضعیف شوه. این بعضی مردمی که هستن در اینجا فکر میکنن که اگر خط دیورن شناخته شد و قبایل و پاکستان ایلا کردیم دنیا گل و گلزار میشه، دیگه در افغانستان نه تروریستی از پاکستان میه نه طالبی میه و نه ما را کس آزاری میده. چی فکر میکنید؟ خدا نخواسته اگه شما در گاره که عمق استراتژی پاکستان اونمو پلان انگلیس هاست که در جنگ اول افغان و انگلیس میخواستن قندار و غزنی و کابل یه خط سردی ساخته شوه که باز به اندوکش برسن، در راه اندوکش تحت اشغال انگلیس ها باشه تا هر قوت که بیایه او قوت در اونجا سرکوب کنن. پاکستان همو پلانه روی دست گرفته و حالی میخواه که عمق استراتژیک خوده به دست بیاره و اینه میفهم شما همین تاریخ 30 سال آخر نشان میده که یک بار روزنامه دان پاکستان اعلان کرد که افغانستان صوبه ششم شد برای پاکستان، صوبه پنجم، صوبه پنجم پاکستان شد که یعنی بیخی از بین بره و این از روی همون سیاست انگلیس و روس بود که یک دفعه در 1907 انگلیس و روس با هم مذاکره کرده بودن که کشور حائل کشور وصل کننده شد، از حائل بره خودش از بین بره، از بین بره. این چیزه امروز پاکستانی ها این را تعقیب کردن که افغانستان صوبه پنجم شد. با دستیافتن پاکستانی ها و قبایل آزاد گیره مدغم بسازن اینا باز پیشتر می آین، پیشتر می آین و عمق استراتژی خوده می خواین و این عمق استراتژی را در اول اینا می خواین توسط حکومت ضعیف در افغانستان عملی بسازن که افغانستان ظاهرا یک کشور مستقل ولی بسیار ضعیف باشه که تمام خواستای پاکستان قبول بکنن. چنانچه امروز برای قبولاندن خواستای پاکستان
و فکر میکنم که انگلیس و امریکا هم در این شریک هستند. انگلیس و امریکا هم دوستان استراتژی که ما با کسایی که روابط مایده استراتژیک داریم و شریک هستند. حمایت میکنن. چرا؟ هرچی که پاکستان گفته تا امروز امریکا او را عملی ساخته و حکومت فعلی هم فکر میکنم تحت فشار امریکا و انگلیس قرار داره. خاموشی حکومت موجوده به می علت است؟ من فکر میکنم خاموشیش به می علت است و خاموشیش یک مسئولیت بسیار بزرگ تاریخی را به دوش امی رهبر دوگانه ما که رئیس جمهور و رئیس اجرایی است به دوش از اینا در تاریخ ثبت میکنه. چرا؟ برای ازی که ما از شر پاکستان با این فیصله و با این سکوت خود خلاص نمیشیم. او پیشتر میه. ما این خط میتونم که پیشتر. اگر پیشترم نبیای فرضاً این را قبولم کنیم، آیا ما یعنی این حق وجود داره که خاک خدا، وطن خدا و مردم خدا بفروشیم؟ چرا نداره؟ یکی خویی که در سال 1950 بعد از این که مغولگای پاکستانی ها بمبارد کردن مجلس شورای ملی دوره هفتم که یکی از دورهای بسیار درخشان افغانستان بود و اقلیت او دوره توسط دکتر عبدالرحمن محمودی و میرغلامد غبار کریم نزیگی اینا ربری می شد و در او شورا به اتفاق آرا تمام توافقاتی که قراردادهایی که با انگلیس بود او را لغو کردن و شمول خط دیورند که اگر دیورند هم بود او را هم لغو کردن. بعد از او تمام لوی جرگاهی که آمده او فیصله را تایید کرده. یک حکومت ای صلاحیت نداره که فیصله ها را بشکنانه و دعیسه از حق افغانستان دفاع نکنه. حکومت موجوده باشه یا هر حکومت دیگه باشه ای حق نداره که تمام فیصله های پارلمان او دوره لوی جرگی او دوره را بشکنانه و بله. و از طرف دیگه در اون وقت 1950 که فیصله را شورای ملی دوره هفتم صادر کرد، سفیر انگلیس در کابل یادداشتی نوشته کرده بود به وزارت خارجه انگلستان که اگر افغانا این دعوی به یک محکمه ببرن اینا برنده میشن. سفیر انگلیس گفته بود؟ نوشته بود بله. و آل لیدوویچ و بیژن امرانیس بفعلم بله. دو نفر نفرها هستند که در انگلستان انگلیس هستند، در انگلستان زندگی میکنند. اینا در مجله نظامی برطانیا در اونجا نوشته کردند که قرارداد دیورن یک قرارداد از نوع اگزیکیوتیو است، اگزیکیوتوریس. این نوع قراردادا یک طرف که لغو کنه خود به خود لغو میشه. پس افغانستان که لغو کرده این قرارداد از بین رفته. این توافقنامه اگر وجود داشته باشه بله، حتی اگر وجود داشته باشه آله چی نیست بله. این آله. و 68 سال حکومت های افغانستان با اینکه اشتباهات بزرگی کردن اونا هم وظایف خود به صورت اساسی اجرا نتانستن، اجرا نکردن، از فرصت های طلایی کار نگرفتن و این موضوع را نه به محکمه بین المللی بردن و نه از طرق دیگه ای که از لحاظ نظامی هم افغانستان در 1947 نسبت به پاکستان بسیار قوی بود و بعد از او سردار ما داود خان که تیزه گرفت او هم برای تقویت اردو بسیار خدمت کرد و ما هم تانستیم از حقوق خود دفاع بکنیم. در او وقت هم این صورت نگرفت ولیکن مقاومت ادامه پیدا کرد. یعنی مقاومت ادامه داشت و افغانستان از ذکر سهین سرنوشت حکومت موجوده حداقل باید صدای اعتراض خودم بلند نکنم.
اگر فرضا برای ما ممکن نیست که بریم به محکمه بین المللی یا اقدام نظامی یا کدام اقدام دیگه، اگر ممکن نیست حداقل صدای اعتراض خود باید بلند کنه این حکومت. اینطور است که صدای اعتراض خود حکومت باید 100% بلند بکنه، برای اینکه مسئولیت تاریخیش است و نه تنها مسئولیت تاریخیش است، باید مقاومت بکنه. بله، این نیست که مردم از یک طرف هر روز ما میشنیم که شوروی اول قدرت مجاهدین افغانستان شکست دادن، او را شکست دادن، لیکن در برابر پاکستان زانو میزنن. حالا اون وقتی خب قبلا شما گفتین که در مقابل پاکستان به خاطر از اینکه چون انگلیس و امریکا میخواین، از این خاطر حکومت موجودام سیاستی را در پیش گرفته که در تبانی با توافقات انگلیس و امریکا و پاکستان است. امریکا و انگلیس بخواهنم، اینا خو مسئولیت تاریخی دارن، اینا خو روی جرگه عنعنوی رو دایر بسازن، واقعیت ها رو برشان بگوین، واقعیت ها رو برشان بگوین، اوضاع این ازی قرار است. بله، این ازی قرار است. ما تا حال این ازی و اینی دلایل چیز کده نتانستیم. ملت چی میگه که ما مکاره بکنیم؟ یعنی ایره از ملت باید سوال بکنن، سر به خود این صلاحیت ندارن که امتیازات با پاکستان بسپاره. امتیازاتی که حداقل سیاست خاموشانه، سکوت استراتژیک. سکوت استراتژیک آیا همیست که در مقابل چنین مسائل هم باید خاموش باشیم؟ ما خود ما این مسائل، ما 68 سال است که این مسئله وجود داره و ما از سال 1300 از ماه عمل 1336 چون معاون روزنامه انیس شدم. بله، از او وقت ما در موضوع افغانستان و پاکستان نوشته کردیم. بله، و از موضوع ملیگرایی خود دفاع کردیم. بله، و این دقیقه هم ما این گناه بزرگ میدانم که ما در برابر پیشروی پاکستان در قبایل ساکت باشیم و این سیاست احزاب پشاور و عوامی ملی را گنا بخواین که قبایل با پشتونخوا الحاق شوه، این را من محکوم میکنم و یکی از تخطیهای تاریخی خلاف اراده خان عبدالغفار خان میدانم و اینا را برشان اتهام وارد میکنم که شما از خط خان عبدالغفار خان انحراف شدید و موضوع محمود خان چکزه تایید میکنم که اگر هیچ نمیشه باید برای اینا آزادی نسبی که انگلیس ها قبول کردن اما آزادیشان امروز هم قبول شد. بله، اگه بازی بنام دادن حقوق به این مردم صورت میگیره، خب باید وضعیتشان بهتر شوه، نه ای که غلام و اسیر شوند. یک بحث دیگه هم که خود به خود یک سوال دیگه که مطرح میشم، پاکستان خصوصا در یک سال یک و نیم سال اخیر در مناطق مختلف، یعنی از خط دیورن به پیش آمدن، در اینجا تاسیسات بنا کردن، تیارایشان می باز مناطق خصوصا در مناطق سر خط دیورن میخوان که از سکنه خالی بسازن و آلی خبرها وجود داره که حکومت خود پوسته های و تاسیسات نظامی که وجود داره و به تعریفی از یا مهم نیست او را خالی کرده میرن. آیا بازی خودجوریان نداره که مناطق قبایلی او زم میشه، یک جا میشه با پاکستان و یک خط دیگری به شکل مناطق قبایلی در این طرف خط دیورن ایجاد میشه؟ این دفاع اینا قسم یاد کردن وقتی که کار آغاز میکردن که از تمامیت ارضی افغانستان حراست میکنن. این تمامیت ارضی جغرافی فعلی افغانستان است. افغانستان است که این حق خود ماست. او طرف خط حق قبایل آزاد است. ما از حق تعیین سرنوشت از اونا 68 سال دفاع کردیم، 100 سال دفاع کردیم. حالا از حق خود دفاع کردن نمیتونیم. این یک تخطی بسیار کلان است و قوای سرحدی را باید بعد آخر تقویه بکنن. چرا پاکستان، شما میبینین چرا
کناره را تحت آتش راکت میگیره. برای از این که میخواه امو ولسوالی های سرحدی کلش تخلیه شوه و اونجا شناختی کارت خود توضیح بکنه و خود عملا با آب دریای کنر در این قسمت شریک بسازه. این بازی تنها در کنر نی بلکه در ولایت پکتیا، پکتیکا، هلمند، در تمام این مناطق در طولی سرحد شما چند دفعه شنیدین جریان داره که جنرال پرویز مشرف خود وکیل پشتونا ساخته بود، از حقوق پشتونا در داخل افغانستان دفاع میکرد. او بر عزیز که تمام مناطق به دست بیارن، اونا بر عزیز نیست، بر خوبی ما کار نمیکنن، میخواین که افغانستان ضعیف شده بره. و اول شما میبینین که یکی از پالیسی های آیسایی است که نفاق قومی را در افغانستان دامن بزنه. بله، یکی بله. از چیزهای شبیست او این کار اونا پیشرفت خود ادامه میتن و این سیاست با سیاست های تسلیم طلبانه ما از شهر پاکستان خلاص شده نمیتونیم. فقط باید در مقابلشان باید بیستیم و از حقوق دفاع کنیم. بله، اینطور است که امی قسمه که پاکستان امروز طالباره حالی فشار خود ساخته و یا او گروه های تروریستی صحابه و جنگوی و اینا را حالی دست خود وسیله سیاسی خود گرفته و گاهی فشار میاره سر هندوستان، گاهی فشار میاره سر افغانستان، از این وسایل خود پاکستان هرگز نمیگذره، این فشارها را ادامه میده و این پیشروی خود در خاک افغانستان ادامه میده. در غیر از او ما باید از وسایلی که میتونیم توسط او وسایل با پاکستان فشار بیاریم باید دریغ نکنیم، از هر جای شوه کمک به دست بیاریم و نگذاریم که قبایل جز پاکستان شوه یا بلوچستان تسلیم شوه. درست، یک کاری است که باید حکومت کنه. وقتی که حکومتی کار نمیکنه و خاموش میباشه، مردم افغانستان باز چی کنه میتونن؟ خب مردم افغانستان امی دقیقه از این واقعیت ها اطلاع ندارن، از این واقعیت ها اطلاع ندارن و حکومت مسئول است که مردم از واقعیت ها مطلع بسازه و لوی جرگه را دایر کنه و راجع به پیشروی پاکستان و ضعف خود و ای که چی بکنه علیه پاکستان، پیشرویش چی قسم صد بکنه، از ملت مشوره بگیره. از ملت باید در مورد دیگه مشوره بگیره. شما قبلا فرمودیم که این بنابر سیاست های امریکا و انگلستان است که حکومت افغانستان مجبور ساخته تا خواسته های پاکستان قبول کنم. اگر سیاست انگلیس و امریکا ایست که ما بالادستی پاکستان قبول کنیم و در مقابل از او از حقوق و از منافع ملی خود و از سرزمین خود و از مردم خود بگذاریم، پس دوستی و اشتراک استراتژیک با امریکا دیگه چی معنا داره؟ لازم نیست که با حکومت امریکا هم مردم افغانستانی مثلا را مطرح کنم. او روز یک ایسایه را رسانه ها نشر کردن که 81% از دکتر عبدالله مردم افغانستان ناراض است و 75% از دکتر اشرف غنی ناراض است. این ناراضی به ارتباط به این موضوعگیری های سیاست خارجی و داخلی از یا نیست. این ناراضی مردم اگر بیشتر از این اینا دست پاکستان باز بگذارن و اونا پیشروی کنن، روز به روز رسانه ها دست میافه، بعضی رسانه ها ایره نشر میکنه، ایره نشر کنه، همین فاصله بزرگی که بین مردم و بین حکومت ایجاد شده، این فاصله زیادتر شده میره و نارضایتی عمومی به میان از تحمل مردم میبره. بالاخره از تحمل میبره و مردم افغانستان بازشان هنوز ایره درک نمیکنن
که پاکستان در خط دوران توقف نمیکنه. پاکستان با هضم قبایل پیشرفت خود ادامه میده، تمامیت ارضی و جغرافی افغانستان به خطر مواجه میکنه. بله، ایره اگه مردم کلش بفهمه همون قیامی که علیه روس کردن علیه پاکستان هم میکنن. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین، تشریف آوردین. تشکر. گران لیدونکو تاسو نه هم ډیره مننه چې تاسو پوری من سره وای راتلونکي بحث پوری په خدای سپارو. الله مو بخښي.